بسم الله الرحمن الرحیم. براءت من الله و رسوله الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعة اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین و اعذار من الله و رسوله الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. در بحث های ربائی این سوره مبارکه توبه فخری برای امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح است که وجود مبارکون حضرت در موارد خاص به همون جریان ابلاغ سوره برای احتجاج کردن در یوم الشورا برای استحقاقشون برای خلافت و برای اثبات افضلیتشون به همین جریان ابلاغ سوره برای احتجاج کردن. فرمودن شما را به خدا سوگند، آیا در بین شما کسی هست که وقتی سوره براءه یعنی این بخش از براءت نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده باشد که این بخش از براءت را یا خودم باید ابلاغ کنم یا کسی که از من است باید ابلاغ کنم و هیچ کس حق نداشت که این بخش را از طرف پیغمبر ابلاغ کند غیر از من؟ آیا در بین شما کسی هست که حضرت در باره او هم چیزی گفته باشد غیر از من؟ قالوا لا، گفتن هیچ کدام از ما این سمت رو نداشت. بنابراین این یه فخری بود برای وجود مبارک حضرت امیر. ابلاغ این برای و پایان بخشیدن به اون تعهدها یه امر سیاسی خاص بین دولت مرکزی اسلام و رهبران شرک، یک کار عادی نبود، یک کار شخصی هم نبود. باید پیام خدا را برساند و پیام پیغمبر را برساند. وجود مبارک هست امیر بدون کمترین هراس مکرر این بخش از سوره مبارک توبه را چه در عرفه، چه در مزدلفه، چه در منا، چه در جمار زمی جمره و چه در ایام تشریق مرتب این بخش رو خوندن طوری که به گوش همه رسید، چون باید اذان باشد. اذان را از اون جهت اذان گفتن که با اذان و گوش افراد میرسد، اگر به گوش نرسد دیگر اذان نیست، باید به گوش همه برساند. و اعلان این براءت کار آسانی هم نبود. وجود بارک هست امیر سلام الله علیه فرمودن که هر گروهی را که من این مراسم را ابلاغ می شدم کلون تلقانی به تهدید و وعید من الرجال و النساء، چه مرد چه زن، همه شون من تهدید می کردن. هر کس این براءت را می شنید تهدید می کرد. خب یک کسی باید باشد که مسامحه کار نباشد، محافظه کار نباشد، تهدیدها در او اثر ندارد، نگوید من یک بار ابلاغ کردم در عرفات گفتم بس است، با تو عرفات بگوید، تو مزدلفه بگوید، تو منا بگوید، این در جمره بگوید، ایام تشریق بگوید، تا اذان باشد، یعنی با اذان و گوش همه برد. رضا وجود بارک استعمی سلام الله این را به عنوان یک افتخار خاص برای خودشون ثبت کرده بودن، چنین که ثبت هم شده است و در جریان یوم عاشورا بهش احتجاج کردن. نقصی برای دیگری نیست، اما این مقام فقط برای علی بن ابی طالب سلام الله علیه است.
طلب کمال است نه نقد. خیلی از افراد عادی هستن که جز مسلمان های عادی هستن و این کمال رو ندارن، مشکل اونها در چیز دیگر است. خب البته این مخصوصا طبق اون روایاتی که وجود مبارک هست امین تا مسجد الشجره به اصطلاح اون روز ذوالحلیفه سوار بر ناقه مخصوص پیغمبر صلی الله علیه وسلم شد، به دستور اون حضرت از مدینه حرکت کرد، آمد در محل مسجد شجره ذوالحلیفه، اونجا این نام را از ابی بکر گرفت، گفت من پیغمبر فرستاد، گفت رو بدید ای رو، برای اینکه ای رو غیر از خود پیغمبر یا کسی که از طرف پیغمبر باشد نمیتواند ابدا کند. اینا جزء مفاخر هست و اونها هم احساس نقص میکردن از این جهت که این مفخر ندارن، ولی این سلب عدالت نیست، این فسق نیست. اگه مشکلی هست در جاهای دیگه است. خب مطلب دیگر است که در جریان سید شهدا سلام الله علیه و آله شد که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام فبود حسین منی و انا من حسین. این را میتوان گفت این که خب چون نبی اوست و از اونجا شیر مکیدن تو اینها، ولی همین تعبیر در باره وجود بارک هست امیر هست که علیون منی و انا من علی هم هست. بالاتر از منی همون جریان آیه سوره مبارکه آل عمران از آیه مباهره که و انفسنا است که بالاتر از من نیست. لکه موجود بارک است امین سلام الله در یوم الشورا به این کلمه منی هم استدلال میکند، بفرماید آیا در بین شما کسانی هست که پیغمبر در بار او گفته باشد که رجل منی غیر از من کسی هست؟ گفتن نه. اینا جزء مفاخر است که برای غیر ذات مقدس است امین سلام الله علیه ثابت نیست. اما درباره این که این سوره توبه تتمه سوره انفال است یا سوره مستقل، یه روایت از وجود مبارک است امیر نقل شده است که سر ترک بسم الله در آغاز براءت این است که بسم الله از طرف ذات اقدس اله است، نشانه امان و رحمت است و این سوره نشانه سلب امان، با هم جمع نمیشه. و این روایت دیگری که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است این است که سوره مبارک براءه تتمه سوره انفال است. چون تتمه سوره انفال است وسط سوره است، لذا بسم الله ندارد. آیا جمع بین این دو روایت ممکن است یا نه؟ ظاهرا جمع ممکن نیست، برای اینکه طبق روایتی از حضرت امیر رسید این سوره مستقل است، منتها ترک بسم الله برای همون نکته بود که نقل شد. طبق روایتی که از دوست مبارک امام صادق رسیده است این است که اینجا جای بسم الله نیست، این وسط سوره است. چون توبه تتمه سوره انفال است، وقتی تتمه انفال شد اثنای سوره قبلی است، در اثنای سوره قبل جا برای نزول بسم الله نیست. لکن جمعی بین این دو روایت متصور است که اون را صاحب تفسیر کنز الدقایق اشاره کرده، با این است که گفتن یمکن الجمع بین این دو روایت. بنابر روایتی که از دوری مبارکه است امام صادق سلام الله علیه نقل شد که این تتمه سوره انفال است، اینجا برای بسم الله نیست، و روایات دیگر هم این را تأیید میکند. اون روایاتی که در باب ثواب قرائت این سوره آمده در بسیار از اونها این چنین آمده که اگر کسی در یک ماهی سوره انفال و توبه را بخواند، این از شیعیان علی ابن ابی طالب محسوب می‌شود، این از خطر نفاق نجات پیدا می‌کند و مانند ثواب خاصی برای قرائت انفال و براءت ذکر شده است. در سایر سور برای هر سوره یک ثواب خاص و اثر مخصوصی است، اما در این روایات برای خوندن سوره انفال و توبه با هم ثواب مخصوص است. این نشون میدهد که اینا یک سوره، یعنی تأیید میکند وحدت سوره. اون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است با این تأیید میشه. اما اون چیزی که از وجود مبارک است امیر رسیده است که در آغاز این بسم الله نیامده، برای آن است که
این بخش از سوره جداگان نازل شد. یک، تتمه سوره قبلی هست، جداگان نازل شد. یک، پیمان و پیام سیاسی رو هم به همراه دارد. دو، و باید به صورت یک نامه رسمی به دولت مرکزی شرک ابلاغ بشود. سه، اون وقت این پیام اولش بسم الله نداشته باشد مسئله است. این به منزله یک نامه است. همین چند آیه، حالا 10 یا 13 آیه این بخش، این بخش جداگانه که مأموریت الهی او را همراهی کرده، باید به طور مستقل از دولت مرکزی اسلام به دولت شرک ابلاغ بشود. این منزله یک رساله و نامه است. رساله و نامه بود مصدر نام خدا باشد، بسم الله الرحمن الرحیم باشد. به این ندارم. چرا اول این نامه بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ یا اول این پیام بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ نکتش اینه. نکتش اینه که این برای اعلان براءت است و بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت است، با هم هماهنگ نیست. بنابراین جمع بین این دو روایت با این فرض ممکن است. وگرنه بدون این تحلیل جمع آسان نیست، زیرا بنابر روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، این تتمه سوره انفال است، بنابراین این اثنای سوره است و در اثنای سوره شد جا برای بسم الله نیست. با اون روایتی که از وجد مبارک است امیر نقل شده است که چون آیه عذاب است با رحمت هماهنگ نیست، این جزء جمع نمی‌شود. خب البته غالب این روایت ها سند معتبری ندارد که حالا در حکم صحیحه زراره باشن که مثلا خیلی قابل اعتماد باشن. متاسفانه روایاتی که در بحث های تفسیری آمده است دست انسان کوتاه است. خیلی از اینها یا مرفوعن یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرسلن، چون از بسیار از جهات قرآن کریم مظلوم و محجور بود. الان همینطور است. اگر در باره روایات و تفسیری کار می شد دست انسان بازتر بود، یعنی انسان با برکت روایات خیلی می توانست از آیات استفاده کند. اما الان می بینید بسیار از این روایاتی شما تو تفسیر مرحوم بهرانی می بینید، تفسیر مورسان می بینید، تفسیر کنز الدقایق می بینید که تقریبا تفسیر روایان، غالب اینها یا مقطوعن یا مرفوعن یا مرفوعن یا مرسل. روایت صحیحی که بر فرض انسان بتواند مطالب و معارف قرآنی را با روایت ها مثلا حل کند، باید روایت متواتر باشد یا مثلا برهانی باشد. حداقلش اینه که مثل فقه باشد دیگه، از فقه کمتر نیست. روایتی که در فقه حجت است در تفسیر حجت نیست. ولی برفرض انسان بخواهد تکیه بکند باید روایت صحیح باشد دیگر. حالا انسان بخواهد بررسی کند که خلقت آسمان و زمین 6 روزه، یعنی که این 6 روز چیه؟ های مطلب عملی که نیست تا انسان روی روایت تکیه کند عمل کند، خود علم پیدا کند. با این روایت خبر واحدم که علم پیدا نمی شود ولو صحیح هم باشد. فقط انسان می تواند اسناد زنی بده، همین. یعنی علم که پیدا نمی شود. حالا برفرض این بحث های تفصیلی در حد فقه باشد، باید بالاخره روش کار کرد، مثلا روایت معتبری باشد. خب مطلب دیگر اون است که این براءت من الله و رسوله چند تا حکم فقهی را به همراه دارد. یکی به خود مسلمین می فهماند که تبرعوا، وقتی ذات اقدس اله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مشرکین متبرعند، شما هم باید تبرع کنید دیگه. پس این یک حکم فقهی است نسبت به مسلمین که شما تبرع من المشرکین. یه حکم فقهی دیگر هم نسبت به مشرکین است که اون پیمان نقض شد. هر گونه پیمانی که بود، پیمان عدم تعرضی که بود، پیمان ترک مخاصمه ای که بود و ماننده بود، دیگه ما حالا همچه تعهدی با شما نداریم. مطلب سوم یه تهدید و وعید و هشدار ضمنی هم به دولت شرک هست.
مطالب فقهی دیگر هم سه چهار مطلب بود که بحث دیروز اشاره شد، ولی وظیفه مسلمانان مشخص شد. این در قبال اون مطلبی است که در سوره مبارکه نساء بحثش قبلا گذشته، یعنی آیه 89 و آیه 90 سوره مبارکه نساء به این صورت بود. به کفار تلاش و کوششش این است که ود رو تکفرون کما کفرو فتکفرون سواهن فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا. در بعض از آیات دیگر برهانش هم ذکر میکند که کما یقاتلونهم کافه. اونگاه در آیه 90 سوره نساء فما که الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق، اونا که از کشور شما فرار کردن، به شما ستم کردن، تحمیلی کردن، ولی به کشوری پناهنده سیاسی یا اجتماعی شدن که شما با اونها رابطه دارید، پناهندگان را آزار نکنید، تسلیم هم نکنید. اگر پناهنده سیاسی شدن به کشوری که شما نسبت به اونها تعهد سلامت دارید، دیگه اونها را آزار نکنید، حق ندارید یعنی. و کسانی که در امان دولت دیگری هستند که شما با اونها تعهد سپردید، مثل که در امان شما باشند. الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حتى رسطورهم ان يقاتلوكم او يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم. تا به اینجا میرسه، فهمید که لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألغوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اگر اونا کاری به شما داشتن و اعلان سلامت کردن، پیشنهاد زندگی مسالمت آمیز دادن، دیگه خدای سبحان برای شما سبیل و راه قرار نده، شما هیچ راه قرار نده. بعد از جریان فتح مکه اینا هم در امنیت بودن که حضرت فرمود اذهب و انتم الطلقاء و خانه ابو سفیان هم بحث شد. شرک در مکه بود، مشرک در مکه بود، ولی دولت مرکزی یعنی روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو نفر را به عنوان مأمور رسمی نظام اسلامی در مکه نصب کرد. یکی رو مسئول مسائل اجتماعی و سیاسی کرد، به اصطلاح فرماندار کرد، یکی را مسئول امور آموزش و فرهنگی اینا کرد. هر دو این هم جوان بودند. ابن هشام نقل میکنند از یکی از این دو نفر که اینها نماینده رسمی و منصوب رسمی از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، در یک جمعی اعلام کرده بود که پیغمبر برای من روزانه حقوق معین کرده است، روز یک درهم. به مردم طبیعاً اعلام کرد که روزی یک درهم حقوق منه، اون کسی که به این حقوق حلال نسازد همیشه گرسنه باد. اجا الله و کبد من جا علا درهم، یعنی رسماً اعلام کرد، یعنی اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد همیشه گرسنه باد، ما روز یک درهم میگیریم اون کارو برای انجام. این بود تا اینکه نفوذ مشرکین هم با منافقین هم با همدستان بیگانگانشون روزانه زیاد شد، هم شرک برچیده نشد، هم مشرک مشغول فتنه و نفوذ. از سال 8 بعد، چون سال 8 مکه فتح شد، سال 9 این بخش سوره نازل شد که دیگه شما بخواهید با داشتن اون امان، با دیدن همه این کرامت ها باز عوامل نفوذی باشد برای بیگانگان، این چین نمیشه. میخواید شرکتون رو حفظ بکنید، نمیتوانید در مکه مسجد حرام بیایید، نمیتوانید نزدیک مسجد حرام بیایید، و اگر کسی خواست طواف بکند نمیتواند آریان طواف بکند. وجود مبارک است امیر اینا رو مکرر ابلاغ میکرد که لا یتوفن آری، هیچ کسی نمیتواند آریان در اطراف کعبه بگردد. رسم جاهلی هم این بود که اگر
در جامعی در لباسی طواف میکردن، اون لباس رو باید صدقه میدادن، یا فکر میکردن لباسی که ما در اون معصیت کردیم با اون لباس شایسته نیست طواف بکنیم، و اگر با لباس طواف میکردن اون لباس را بعد از طواف صدقه میدادن، برای اینکه اونایی که مقدورشون بود صدقه بدن که لباس رو صدقه میدادن، اونایی که مقدورش نبود یا جامعه را آریه میکردن، یک، یا کرایه میکردن، دو، اگر نه آریه نه کرایه هیچ که ممکن نبود آریه هم طواف میکردن. اون قصه معروف که زنی آمد از همین دنباله اینه. وجود برای حضرت فرمود که هیچ کسی حق ندارد آریان طواف بکنه، دستور. در این ابلاغ ها گاهی روایت این چین است که وجود برای حضرت امیر سلام الله علیه می فرمود انا رسول و رسول الله، چون پیغمبر من فرستاد. گاهی هم در بعض از روایات دارد که انا رسول الله. این انا رسول الله معناش این نیست که من پیامبر خودم، چون این نامه را مستقیما از روز مبارک پیغمبر دریافت شد و به عنوان یکی از امتان پیغمبر دارد اطاعت میکند، به دلیل اینکه در بخشای رسمی هم گفت انا رسول و رسول الله. اما اینکه در بعض از روایاتی که کنز الدقایق و مانند و نامی کردن که روز مبارک هست امیر بنظر املاک کرد انا رسول الله، یعنی در تلیعه این سوره دو تا پیام است، یکی براءت از خدا، یکی براءت از رسول خدا. من هم براءت رسول خدا را به شما ابلاغ میکنم، هم براءت الله را به شما ابلاغ میکنم. اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم، رسول رسولم. اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم، رسول اللهم. ولی در هر دو قسم، چه اونجا که براءت الله را ابلاغ میکنم، چه اونجا که براءت رسول خدا را ابلاغ میکنم، رسول نماینده و مأمور رسول الله هم. رسول الله من را امر کرد، دستور داد، منم اطاعت میکنم که بیام این حرفا را بزنم. پس اونجا که در بعض روایات دارد انا رسول الله، نه یعنی رسول الله مصطلح، یعنی من پیام براءت من الله را میرسونم، من میخوام بگم خدا از شما بیزار است. خب این را از طرف کی میگم؟ پیغمبر من به من دستور داد بیا بگو. پس من از این جهت که جز امتم و مطیعم و مأمورم دارم دستور پیغمبر را اطاعت میکنم، ولی محتوای این پیام یکی براءت خدا، یکی هم براءت پیغمبر. اینه که اگه به این روایات برخورد کردید، اون روایاتی که دارد انا رسول و رسول الله، این ظاهرش با باطنش یکیست، اما اون روایت هایی که دارد انا رسول الله، اون با توجیه بشد که یعنی چه. خب براءت من الله و رسوله اذا الذين عاهدتم من المشركين، این مخاطب فسیح و فرعرض مشرکینن، به دلیل این که فرمود و اعلموا انکم غیر معجز الله، که خطاب مشرکین است، و ان الله مخزی الکافرین، که ناظره به مشرکین خواهد بود. در روایات این اشهر حرم و اشهر حج و اشهر سیاحه از هم تفکیک شده است. اشهر حج اون باید توجیه بشود که شد. خب اشهر حج همین ماه پربرکت شوال و ذیقعد و ذیحج است، طبق بعضی از روایات تا ده ذیحج، تا بعضی روایات تا مثلا 20 ذیحج، طبق بعضی از نقمه هم تا پایان میاد. اینی که در روز مبارک عید فطر این همه تلاش میشود برای رؤیت هلال، چون چندین اثر فقهی بر همه این دو اول شوال بودن بار است. یکی حرمت روزه گرفتن، چون اگه عید فطر باشد روزه گرفتن حرام است، و اگر پایان ماه شعبان باشد خب واجب است. یکی هم اون نماز عید فطر است و احکام خاص خود، یکی هم مسئله زکات فطر است، و یکی هم صحت عقد احرام حج. اگر فردا پایان ماه مبارک رمضان باشد نمیشه احرام حج بست،
و اگر اول شوال باشد میشه احرام حج برد. این از برکات همین روز عید فطر است. پس گذشته از مسئله حرمت صیام و گذشته از مسئله نماز عید فطر و گذشته از مسئله وجوب زکات فطر، صحت احرام حج هست. ای کسی حج تمتع دارد که خب عمره تمتع اول هست، در روز عید فطر چون میتواند محرم بشود به احرام تمتع، این عمره تمتعش انجام بدهد، بعدم در روز هشتم ذیحجه برای عرفات عازم بشود و احرام حج تمتع بمنده. و اگر حج افراد یا قران بود اونم باز به شرح ایزن میتواند اول شوال یا روز عید فطر احرام حجش ببنده، منتها مدتی در احرام هست تا برسد به موقف ها و اون مراسم رو انجام بده و نهر و ذبح و حلق و امثال داره. خب این اشهر حج است. اما اشهر حرم عبارت است از ماه رجب و ذیقعد و ذیحج و محرم. اشهر سیاه از دهم ذیحج شروع می شود تا دهم ربیع الاول. اشهر سیاه که در روایات آمده است همین فسیح و فی الارض اربعه اشهر. وجود مبارک است امی سلام الله در اون مواسم و مراسم که این بخش رو میخوندن توضیح میدادن اینکه فرمودن چهار ماه مهلت دارید، امروز که دهم ذیحجه است من در سرزمین منا دارم به شما ابلاغ میکنم رابطه شما با دولت اسلامی قطع است، چهار ماه مهلت دارید از دهم ذیحجه تا دهم ربیع الاول. این چهار ماه رو در کمال آرامش و امنیت میتوانید در زمین حرکت کنید، کسی متعرض شما نمیشود و بعد از این دیگه امنیتی برای شما نیست. سرشن در همون آیات بعدی که در نوبت دیروز اشاره شده که شما تا حال چند بار نقض عهد کردید. این مسلمانایی که نمایندگان رسمی پیغمبر بودن آمدن پیام پیغمبر ابلاغ کنند، آیات برای شما بخونن، همچنین گرفتی اینا رو سر بریدید و کشتی. یک مورد دو مورد هم نبود، هر جا دستتون رسید مسلمان رو کشتی با اینکه تعهد عدم تعرض بستی. این همان است کیفی یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، برای اینکه چه عهدی دارن که لا یرغبون فی مؤمن الا ولا ذمه. این برای اونجا. پس اشهر سیاه داریم، اشهر حرم داریم و اشهر الحج که اینا در روایات همه تفکیک شده است. مطلب دیگران است که این اعلان براءت برای او وجوه یاد شده است که در نوبت‌های قبل به بعضی از اونها اشاره شده. یک وجهش این است که این یه تعهد دو جانبه بود منتحق فصل با دولت مرکزی اسلام. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اونها تعهد کرده و چون زمام کار پیغمبر به وحی الهی است، معلوم نبود که وحی الهی کی نازل می شود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اونها گفته که اگر وحی نازل بشود من حق فصل دارم. این نظیر معاملات و تعهدات است که برای یکی از دو طرف حق فصل هست. این چنین نیست که نقض عهد بشود بدون استحقاق نقض. این یه وجه. این هم مال تعهدات دیگر هست، همونطوری که خرید و فروش می شود حق فصل با یک طرف بایه یا مشتری باشد، در اجاره همچنین، در سایر عقود لازم هم همچنین که حق فصل با احد و طرفین معین باشد. اینجا تعهدات هم سیاسی هم همینه. اینطوریست که در تعهدات سیاسی نشود خیار گذاشته، حق فصل گذاشته. در تعهدات سیاسی این چیز بعضی از امور است که خیار بردار نیست، نظیر عقد نکاح که کسی به حق فصل با من است. اون اگر بسته شد یکی از عیوب باید پدید بیاید تا حق فصل ظهور کنن، نشد طلاق. وگرنه این نظیر عقد بی نیست که زوج یا زوجه حق فصل داشته باشد و خیاری باشد. یه وقت عیب ظاهر می شود او خیار دارد، یه وقتی شرط الخیار می کند این روانی.
یه وقت از اون شرطی که کردم خیار تخلف شرط هست، این مطلب دیگر. یه وقت هست که نه شرط الخیار میکنم، شرط الخیار روان. در تعهدهای سیاسی شرط الخیار روان. وجود بارد پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون روزانه منتظر دستور جدید آسمانی، این میتواند شرط الخیار بکنند. این هم بچه اولیست که مرحوم امین الاسلام ذکر کرده. نه در خصوص این ما احتمال میدیم که حق فصل با دولت مرکزی باشد دیگر. نه اگر ذات اقدس اله مصلحت را در این دید که تا فلون وقت تعهد باشد بعد نباشد، همچه نمیدوند مصلحت چیه که مسائل خفیه در سوره مبارک انفال گذشت یه دستن که لا تعلمونهم الله یعلمهم، فمود یه عده دشمن خدا هستن اونه که مشرکن، یه عده گذشته از اون دشمن سیاسی شما هم هستن که عدو الله هستن دو عدو، یه عده و آخرین لا تعلمونهم الله یعلمهم، یه عده در کمینن از این عوامل نفوذی که شما نمیشناسید خدا اینا رو مشتفه، چون یه هم چیزایی هم در کمینم فود و اعدو لهم مستطعتم من قوه که ترهبون بهی عدو والله و عدو بکن و آخرین لا تعلمون هم الله یعلم هم، گاهی هم ممکن از این قبیل باشد. خب وجه دوم آن است که در سوره مبارک انفال گذشت که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فی اما تخافن من قوم خیانت هم تنبز الهم علی سبا، اگر شما آثار مکر سیاسی را دیدید، دیدید که اونا در این فرصت میخوان سوء استفاده کنن، شما پیشاپیش بگو ما تعهدی هم نداریم که بعد نقض عهد نشود. این وجه دوم. وجه سوم آن است که نه تنها آثار نقض عهد رو شمل سیاسی نیست، نقض عملی اونهاست. نقض عملی اونها همان است که در آیه 8 و غیر 8 این سوره مبارکه توبه آمده که لا یرغبون فیکم الا ولا ذمتا. خب اینها مصحح نقض عهد است یا اینکه نه عهد یه عدی به پایان رسیده، اونا که عهدشون به پایان نرسیده فرمود به این که فأتم و الیهم عهدهم الى مدتهم، بنابراین چهار وجه خواهد بود. اونهایی که عهدشون پایان رسیده الان گفتن که ما دیگه از این بعد تعهدی با هم نداریم، و اونهایی که عهدشون به پایان نرسیده فرمود فأتم و الیهم عهدهم الى مدتهم، اونایی هم که عهدشون به پایان رسیده چهار ماه به اونا مهلت دادن، لطف و احسان کردن، فرمود که این اشهر سیاه هست فسیح و فلعرضه البته اشهر رو مطالعه کنید ببینید رخر مسلحت شما چیه، کاری هم از شما ساخته نیست، وعلا ما انکم غیر و معجز الله و مانند اون. و این هم در یوم الحج اکبر باید به اذن مردم به گوش مردم برسد. گفتن حج دو قسم است، یا حج کبیر است یا حج صغیر، یا حج اکبر است یا حج اصغر. عمر حج اصغر است، این که میگن حج عمره رفتن، حج عمره رفتن ریشه روایی به فقهی دارد، چون در روایات خود عمره مفرده را میگن حج، این تو نیست که تعبیر عوامی باشد. حج عمره، حج عمره یعنی حج غیر اکبر، حج اکبر همین حج معروف است، این یه وجه که در روایات هست. پس حج یا اکبر است یا غیر اکبر، حج غیر اکبر همین عمره مفرده است، حج اکبر همین حج معروف است، حالا یا قران یا استاد یا تمام، که همین هم تو روایات. وجه دیگر آن است که اکبر بودن برای اینکه اون سال اکبر است، برای اینکه مشرک و موحد همه در اون سال در حج شرکت کردن، از اون به بعد طبق اعلام رسمی حکومت اسلامی کسی حق نداشت مشرک باشد و حج انجام بدهد، چون حج سنن ابراهیمی سلام الله علیه بود، مشرکین هم انجام میدادن، و از اون سال به بعد دیگه مشرک حق حج کردن نداشت. وجه سوم آن است که چون حاجی ها در سرزمین عرفات منا همه کنار هم جمعن، حج اکبر آن است، عرفات این است، منا این است،
در نصوص عرفه آمده است که الحج و عرفتون. این الحج و عرفتون یعنی مهمترین عضو حج و مهمترین عنصر حج عرفه. اون روز دعا و نیایش و زجه و زاری حاجیان مشهود است و همه هم اونجا جمع هم. الحج و عرفتون. خب پس به این مناسبت ها کلمه حج موصوف شد به اکبر که همگان در اونجا حضور و ظهور دارن، از این جهت بهشون گفته شد حج اکبر. مطلب دیگر اون است که طواف مشکین از اون به بعد دیگه قطع شد، دیگه کسی نمیتوانست با اون وضع طواف انجام بدهد. در همین آیات هم بین وعد و وعید تبشیر و انذار جمع شد، فهمون فین توبتم فهو خیر لکم به این تولیتم فعلم انکم غیر معجز الله و بشر الذین کفروا بعذاب علیم الا الذین عاهدتم من المشرکین. پس به این توبتم جریان تبشیر رو دارد، جریان وعده را دارد، در رحمت رو باز میکنند. یعنی با اینکه این همه شما در جنگ های علیه اسلام شرکت کردید، کشتید و عمر شرک ورزیدید، اگر مسلمان بشوید الاسلام و یجب و ما قبله، این برای شما خیر است. این خیرم افعال تعیینی است نه تفضیلی، نه اینکه شرک بهتر از ایمان است که نحو تفضیل باشد، بلکه نحو تعیین است. تنها خیر ایمان به اسلام خواهد بود. والحمدلله.